به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت تمام هموطنان عزیز، کسانی که همین اکنون شبکه مردمی رادیو تلویزیون جهانی نورین با ما ادامه میدن. هر کجا که هستیم، تمنای همیشگی من همین هست که تا این دم هفته عالی را به خوشی و شادمانی سپری کرده باشین و بهار 1396 برای تمامیتان به خوشی و شادمانی تا این لحظه سپری شده باشه و سالی باشه انشالله که تمام مصیبت ها و غم ها از تمامی مردمان مسلمان افغانستان و جهان دور باشه و بتانیم در یک فضای صلح و صمیمیت زندگی روزمره خود با پیش ببریم. باز هم در ادامه برنامه امشب ما مهمان ویژه ما جناب محترم پاسوال حسن شاه فروغ، فرمانده عمومی زون 101 کاسمایی کابل در برنامه با ما هستند. سپاسگزار هستم از شما جناب فروغ صاحب که لطف کردین وقت دادین تا باشه حال احوال از پلیس قهرمان داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود خدمت شما و خدمت بیننده تلویزیون شما عرض سلام و احترام و ادب دارم و سال نو که بخیر هم قریب فرا میرسه، سال 1396 برای تمام هموطنان عزیزم، برای پلیس ملی و قهرمان وطنم تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که همون رقمی که شما گفتین یک سال خوشی، یک سال دور از جنگ و دور از کشتار و دور از درد و غم باشه انشاءالله. قسمی که ما به معرفی هم اسم زیبای شما را گرفتم جناب فروغ صاحب، در آغاز کسانی که از تریبیون ما شما را بیننده هستند یک معرفی مختصر از جناب شما می داشته باشیم و پیش از این که شما به صفت فرمانده عمومی زون 101 کاسمایی کابل تقرر حاصل بکنین، در کدام چوکات محترم وزارت امور داخله خدمت گذاری میکردین برای هموطنان عزیز؟ شما تقریبا ما را معرفی کردین. باسم حسن شاه فروغ هستم. بله، حسن شاه نام است، فروغ تخلص میکنم، از ولسوالی کشم هستم، از ولایت بدخشان، زادگاه بدخشان هست. سالی های سال به این طرف بحیث در چوکات پلیس اجرای وظیفه میکنم. در گذشته های دور بحیث قماندان ولایت بدخشان، ابتدا امر امنیت، قماندان ولایت، قماندان ولسوالی، قماندان امنیت سمنگان، قماندان زون قندوز اجرای وظیفه کردیم. مدتی هم باعث معاون گارد بودیم، معاون گارد شمال و در این اواخر هم قریب در حدود 2 سال قماندان زون غرب بودیم که مرکزش ولایت باستانی هرات است. خیلی عالی، از موفقیت های مزید از خداوند بزرگ برتان تمنا می کنم جناب فروغ صاحب. اولویت های کارتان خواست خدا باشه، شما تازه به فرماندهی امنی کابل تقرر حاصل کردین، به خاطر امنیت خوبتر و بهتر کابلیان عزیز چی هست انشالله تا باشه او را هم تطبیق کنین و بتانین یک امنیت نسبی را در داخل شهر کابل برای هموطنان عزیز ما داشته باشین؟ خوب، واقعا ما در شرایط بسیار حساس وطن ما و در شرایط بسیار شرایطی که مردم از ناامنی های کابل رنج میبرند به این وظیفه گماشته شدیم. اول خواست اعتماد بزرگ دولت، سرقماندانی علای قوای مسلح و وزارت امور داخل شورای امنیت، در مجموع از دولت سپاسگزار هستم که بالای معمنش خدمتگزار مردم در پایتخت کشور اعتماد کردن. اولویت های کاری ما امنیت هست، تأمین امنیت مردم است، زدودان رنجه ها و غم ها و درده هایی است که ناشی از جنگ و ناشی از خرابکاری ها و جنایت بالای مردم کابل میه. واقعا کابل و کابلی ها رنگ میبرند. بسترهای ناامنی بسیار زیاد است. تنها دشمن نیست، تنها به اصطلاح تروریسم نیست. تروریسم یکی از پدیده های ناامنی است در کشور ما و من جمله در ولایت کابل. توریسم پدیده است که امروز جهان با اون مواجه است و حوادثی که ناشی از حملات توریستی در کابل رخ میده، حوادثی است که بدتر از این در پیشرفته ترین کشورهای دنیا رخ داده و ما شاهدش بودیم که تلفاتش هم به مراتب بیشتر و زیادتر از این بوده. به هم حالت حوادث ناگوار است، حوادثی است که باید ما حتی امکان کوشش میکنیم باید جلویش را بگیریم. در پهلوی از این تا جایی که ما ارزیابی کردیم، مردم کابل از ناامنی های دیگه ای از قبیل دزدی های مسلحانه، سرقت های موتر، شبانگان به خانه های مردم در آمدن، اذیت و آزار، زورگویی ها، زورگیری ها و امثال از این قضایای دیگر آمدن،
اذیت و آزار، زورگویی ها، زورگیری ها و امثال از این قضایای دیگه وجود داره که مردم از این رنگ میبرن. ما در مجموع دولت و نظام در صدد دفاع مطمئن از مردم است و پلیس که یک بخش از نظام است و وظیفهش تأمین امن و نظم عام است، از هیچ گونه سعی و تلاش تا حال هم دریغ نکرده، ولی با آمدن ما کوشش کردیم که یک تحرک را در پلیس بیاریم، یک جنبش، یک حرکت جدید در پلیس بیاریم، پلیس خود بیشتر از پیش فعال بسازیم، پلیس خود متوجه مسئولیتایشان بسازیم. و الحمدلله که این نتیجه هم داده، نتیجه هم داده، چنانچه قبلا همین گراف دزدی ها، سرقت ها و این اعمال بسیار بالا بود. خوشبختانه که در این اواخر یعنی به حد پایین آمده که هیچ قابل قبول نیست. مثلا یک دم در پایتخت که یک شب 18-20 دزدی میشد و حالی اومه بعد تا و سه تا، یا مثلا 20 موتر 15 موتر سرقت میشد میاد بعد تا و سه تا. واقعا در یک پایتخت کجا 7 میلیون نفوس داره و او هم در جنگ به سر میبره، در توریسم به سر میبره، چنین حوادثی بسیار چی است قابل محاسبه نیست. بان هم حادثه بد بد است، ولی که خردش هم باشه کوچکش هم باشه باید ما تلاش بکنیم جلویش بگیریم. اولویت کاری که ما برای خود تعیین پیش خود تعیین کردیم در پهلویی که مبارزه با توریسم در اولویت کاری کل دولت و نظام قرار داره، جلوگیری از چنین حوادثی است، جلوگیری از این سرقت ها، دزدی ها و یاد. به این خاطر ما در قدم اول در سر از این برای که باید شناسایی بکنیم، بستریابی بکنیم که یا کیا هستند، کدام گروپ ها هستند، گروپ های چند نفری هستند، چه قسم سازماندهی میشن، از کجا یا تحریک میشن، یا از کجا و حساب پلان میشه برای از یا بالای از یا بالای ریشه یابی از یا کار کرده رایستیم و آهسته آهسته به دستگیری هایشون هم اقدام کردیم. چنانچه نتایجش امروز هم کنفرانس داشتیم، نتایجش هم مجلس‌ها گفتیم که نتایج بسیار خوبی داره و در بین از یا خوشبختانه بگیم که بسیار افراد بسیار خطرناک، بسیار مجرمین خطرناک حتی در بین از توریست ها هستند، در بین از اشخاص افرادی که اختطاف میکنند، سازماندهندگان اختطاف هستند، بسیار مردم های چیره گفتیم. امیدوار هستم که پلان های خود یکی پشت دیگه عملی بکنیم و توانسته باشیم امنیت خوبتر و بهتر برای مردم کابل انشاءالله خداوند بزرگ. از یکی از پدیده های شوم دیگه هم در مملکت ما و شما بالخصوص پایتخت نشینان شهر کابل مواد مخدر هست جناب فروغزاد. اقدام بعدی شما در دستگیری کسانی که دست به مواد مخدر فروشی میزنن و یا هم باعث ازی میشن که جوانای ما و شما را بتانن معتاد بسازن، من حیث یک پلیس شجاع و پلیس قهرمان اقدام بعدی تان چی خواهد بود تا باشه که او را هم محو بکنین انشاءالله؟ بدبختانه من قبل که شما گفتین مواد مخدر قاچاق تولید و تولیدش هم امروز یکی از مصیبت هایی است که دامنگیر ملت ما شده و جوانای ما را، جوانایی که باید برای سالم سوق شوند، جوانایی که باید در خدمت وطن باشند، جوانایی که باید سالم بیندشند مسموم ساخته و ما میبینیم که بسیار حالت بدی داریم. در این زمینه هم کار جریان داره. در دو هفته که گذشت ما در حدود نمیفهمم که دقیق شست و چند نفر بود نمیفهمم، میگم ارقام شست پیش من متادین هفتاد و دو تنی از یارا جمع آوری کردیم و با مو شفاخانه یک برای فلکس یاد میشه در اون شفاخانه انتقال دادیم برای تداویشان. و در این هفته که گذشته در حدود 30 کیلوگرم مواد مختلف نو شامل تریاک، شامل چرس، هیروئین، از اون شیشه میگن چی میگن که اون فیصدی هایش کم است، ولی دستگیر شده دیگه مشروبات الکلی، چرس. در این زمینه کار ما جریان داره انشاءالله که امیدوار هستم که در اینجا هم توفیقات داشته باشیم و حتی امکان کوشش میکنیم که تا باید جلوش گرفته شود و این هم یک زمان کار داره که باید تشخیص شود افراد مثلا کی میخره، کی میفروشه، پرچون فروش از کی هست، یا را کی اکمال میکنه. یعنی اینی رو باید سرش کار صورت بگیره
ما امیدوار هستم که نتایج مثبتی را به بار بیاورد. ان شاء الله. تشکر جناب قماندان صاحب. یکی از پدیده های شوم در مملکت ما و شما بالخصوص پایتخت نشینان شهر کابل مواد مخدر هست که باید جلوگیری شوه و اقدامات بعدی تان ان شاء الله چی خواهد بود و از زمانی که شما در اینجا به صفت فرمانده عمومی زونی اکسده کاسمای کابل تقرر حاصل کردین به تعداد چند نفر از کسایی که در مواد مخدر فروشی دسترسی داشتن اون را به پنجه قانون سپردین؟ واقعا اون رقمی که گفتین مواد مخدر هم یک از مصیبت های بسیار بزرگ است که دامنگیری ملت شده به خصوص جوانای ما را به بیراه کشونده جوانای ما را مسموم کرده. امروز جوانایی که باید در خدمت نظام باشند، در خدمت مردم باشند، جوانایی که باید تحصیل بکنند، جوانایی که باید مصروف کارهای مثبت باشند، بدبختانه که به این مصیبت آغشته شوند و باید جلوی از این گرفته شوند. شما خبر دارید که یکی از وظایف عمده پلیس مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تولیدش، قاچاقش و مبارزه با کسایی که را استعمال میکنند، میفروشند با اینها هستند. در این زمین هم کارهای صورت گرفته. در زمانی که ما اینجا هستیم که مرقام دقیق شبر شما بگویم 27 عملیات علی فروشنده های از مصرف کننده های از توال صورت گرفته، از جمله 35 گرفتاری داریم ما. 35 نفر کسایی که به فروش و داد گرفتی از سرکار دارن اونها را دستگیر کردیم و 160 تن کسایی که مصاب هستند به مواد مخدر اینا جمع آوری شده با شفاخانه به نام فلکس اونجا انتقال داده شده. از جمله 160 تن به گمانم که 14 تن از جمله خواهرای ما بوده که اینا غرض تداوی اونجا انتقال داده شده. و در آینده هم پلان های ما است که انشاءالله ما این گروپ ها را کسایی که با این کارا سر و کار دارن و اینا را تشخیص بکنیم و انشاءالله با دستگیری از یک پیشتر دیگه اقدام خواهد کردیم. امیدوار هستم که در آینده ها دولت توان نظیر پیدا بکنه که شفاخانه های برای تداوی معتادین ما برای نجات از یاد ساخته شود تا ما اینا رو جمع آوری کنیم اونجا ببریم و تداوی شود. همین شفاخانه فلکس هم زیاد گنجایش نداره. اگر این گنجایش از این داشته باشه این خوی 160 هست ما شاید به صدا چی که بعض هزاران نفر هم که اینجا هستن ما توان زیاد داریم که جمع کنیم ببریم اونجا پس بریم بچه ها. ولی اونها توان شده دارن کم کم پذیرش دارن که خیلی عالی. از جناب فروغ صاحب محترم، از سیکوریتی کمره هایی که در داخل شهر کابل البته در دروازه های کابل گماشته شده چقدر شما را میتونه به خاطر تامین امنیت خوبتر و بهتر رهنمایی بکنه و بتونین به اسری وقت و خدمت گذاری با اونا اقدام جدی نمایید؟ سیکوریتی کمره های سیکوریتی یکی از وسایل بسیار عمده و پیشرفته و تکنولوژی بسیار اصلی است که بدون شک پلیس در تامین امنیت و در جلوگیری از جرایم کمک میکنند. این جای شک نیست. بدبختانه بگم او طوری که لازم است ما تمام شهر زیر پوشش نداریم. ولی نقاط عمده و نقاط کلیدی شهر زیر پوشش است. چنانچه شما میان در دفتر هم میبینید، مثلا ما اینجا شده ما میبینیم که میان تلاشی میشن و در دروازه های این بسیار زیاد کمک میکنند. هم در جلوگیری از جرایم کمک میکنند، هم در کشف از جرایم کمک میکنند. در جلوگیریش به اینکه مثلا کسی که اونجا میام شما میبینید اینجا ما محل سوق اداره داریم که اونجا با ده ها تلویزیون اونجا مانده شده رایت و تمام ساحه که زیر کاور است زیر پوشش است کنترل میکنیم. مثلا اشخاص افرادی که مشکوک به نظر برسن همزمان برای محلی که اونجا چک پوینت ماست برای از اونجا داده میشه که این شخص مشکوک است، این را تعقیب کنین مورد بررسی قرار بدیم و هم اگر خدای نخواسته حوادث صورت بگیره باز بعد با چک کردن این کامرا ما میبینیم که کی بوده، کی آمده، چه رقم بوده برای کشف جرایم برای ما کمک میکنه. در هم حالت سیکورتی کامرا بسیار زیاد مفید است و ما امیدوار هستم که در آینده از این هم دولت بتون چی کنه دستگاه دیگه ای را کامراهای دیگه ای را در نقاط مختلف شهر نصب کنیم. چیزی دیگه ای که ما میخوایم با استفاده از فرصت برای مردم خود، برای مردم کابل و خصوص برای تجارا و سرمایه‌دارا چی کنیم که این خود یک چیزی است که در بازار فروش میشه. همه کس میتونن از طریق ازی امنیت خود را تامین بکنن و از این طریق برای پلیس هم کمک بکنن. بله. مثلا مغازه‌دار، دکاندار میتونه که هم در داخل دکانش یک دستگاه کامرا نصب کنه و هم در بیرونش. بله. اگر خدای نخواسته اونجا مورد حمله قرار بگیرن اونجا ثبت میشه و از بیرون در سرک
اگر حادثه ای صورت میگیره بعدا پلیس اگر دیتر میرسه کامرا رو چک میکنه ما میتونیم مجرمین رو دستگیر کنیم. پیشنهاد ما است که این در پلان ما هم است که من به خیر صحبت خود داشتم با اصناف با کسایی که توانمندی را دارند و پیش از خود از دست به کار دارند چون در دنیای پیشرفته امروز کامراهای سکیوریتی یکی از وسایل عمده و اساسی کشف و جلوگیری از جرایم است. بسیار تشکر از شما، در پناه خداوند بزرگ باشین. یک بار دیگه هم بهار 1396 برای شما و برای رهبریتان فامیل متدینتان خجسته باد. تشکر، زنده و سلامت باشد. ما هم همچنان بسیار تشکر، لطف کردین. داشته های برنامه امشب ما با جناب محترم پاسوال حسن شاه فروغ فرمانده عمومی زونی اکسده کاسمایی کابل تا این دم از شبکه مردمی رادیو تلویزیون جهانی نوری ندامه داشت. با سپاس فراوان از جناب بصیر مجاهد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل که زمینه را مساعد ساختند تا باشه حرف و شنود عالی با جناب قماندان صاحب محترم داشته باشیم. تا اوقات بعد الله نگهدارتان. یک بار دیگه هم بهار 1396 برای تمامیتان خجسته باد. وقت بخیر.